هشدار خانواده گوگوش به رها اعتمادی حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. هشدار خانواده گوگوش به رها اعتمادی با پدر او یعنی حسن اعتمادی جدی‌تر از قبل شد. رها اعتمادی و پدر او و همچنین دار و دسته رها اعتمادی اعم از ندا سعیدی همسر بابک سعیدی و بسیاری از نزدیکان او گرداننده یک مافیای بزرگ و خطرناک هستند. سرچشمه این مافیا از سوئد به انگلیس و از انگلیس به امریکا کشیده شده تا جایی که تمام نقشه ها بر این بوده که بتونن ثروت میلیارد دلاری به دست بیارن و این ثروت میلیارد دلاری فقط با یک چیز حاصل می شده، ازدواج گوگوش با یک جوان خوشتیپ و خوشقد قامت و کم سن و سالی مثل رها اعتمادی. نقشه های رها اعتمادی و پدر او تا جایی پیش رفت که این جوانک از آکادمی گوگوش که به عنوان تهیه کننده آن هم به واسطه پدرش وارد این شبکه شده بود، در نهایت کاری کرد که گوگوش رو عاشق و دلباخته خودش بکنه. عشق یک طرفه گوگوش به رها اعتمادی تا جایی پیش رفت که گوگوش به دوست پسر سابق خودش در آن زمان یعنی هومن خلعتبری که یکی از آهنگسازهای بسیار بنام و مشهور بود و در شبکه مناتو در کنار خانم گوگوش در آکادمی گوگوش حضور داشت، رها اعتمادی وارد رابطه این دو شد و عشق گوگوش و هومن خلعتبری رو که سالها با هم دیگه در ارتباط بودن رو به هم زد و در نهایت خود رها شد دوست پسر خانم گوگوش. و به واسطه این که رها اعتمادی رو همه کاره برنامه و تیمش کرده بود، اون رو به عنوان منیجر خودش به سفارت امریکا معرفی کرد و تونست برای رها ویزای کاری بگیره و در نهایت رها از انگلیس هم به امریکا مهاجرت کرد. مهاجرت رها اعتمادی به امریکا به واسطه خانم گوگوش کار رو برای حسن اعتمادی و رها اعتمادی آسان تر کرد و خانم گوگوش مدت‌ها و سال‌ها با رها اعتمادی در منزل شخصی خودش زندگی می‌کرد. و همینقدر هم که عشق خانم گوگوش به رها اعتمادی بیشتر می‌شد، این رها هم هر روز پررو‌تر می‌شد و ذات کثیف خودش رو بیشتر و بیشتر رونمایی می‌کرد و برملا می‌کرد و همه پرده‌ها کنار رفت و در نهایت چهره واقعی رها اعتمادی لو رفت. رها وقتی که وارد رابطه شد به قولی شایعه سازی کرده بودند که ارتباطش با پدرش قطعه و حتی بارها هم پدرش بر علیه اون با برنامه و نقشه قبلی که با خود رها کشیده بود افشاگری هایی کرده بود که من با پسرم مخالفم و پسرم نمیدونم خلافکار و شبکه من و تو یک شبکه فاسدی و من اصلا این شبکه رو دیگه قبول ندارم و از اینجور صحبت ها. همه اینها به خاطر این بود که بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه و توجه مردم رو جلب بکنه و در نهایت با این بازی تونستند حتی خانم گوگوش رو هم فریب بدن و در نهایت گوگوش حزب توده و حزب مجاهدین رو به زندگی خودش باز کرد و در نهایت همه کاره زندگی گوگوش رها اعتمادی و حسن اعتمادی شدند. رها اعتمادی یک سال و نیم گذشته به محض اینکه ازدواج خودش با خانم گوگوش رو رسمی و قانونی کرد، از پدرش دعوت کرد که از سوئد پاشه بیاد امریکا و در تیم خانم گوگوش یک سمتی رو به دست بگیره و از همین طریق هم بتونه ویزا بگیره.
و موفق هم شد. پدرش رو از سوئد آورد امریکا تا دوتایی مثل مار چنبره بزنن به گوگوش و به زندگی گوگوش، تا کثافت بزنن به زندگی گوگوش و همه دار و ندار اونو بالا بکشن. حتی مستندات صحبت‌ها و افشاگری‌ها در تصاویری لو رفته هم در خود گوگل موجود هستش که میتونید سرچ بکنید و ببینید. بسیاری از افراد بر ما خورده گرفته بودند که ازدواجی در کار نیست. ما حدوداً یک سال و نیم پیش این خبر رو برای شما منتشر کردیم و بعد آقای شهرام شب‌پره و همچنین آقای قربانی و آقای حسن اعتمادی ازدواج خانم گوگوش و رها اعتمادی رو تایید کردن. میتونید برگردید به ویدیوهای یک سال پیش ما مراجعه بکنید در کانالمون و اونجا ببینید که در واقع صحت حرفمون رو و مستندات حرفمون رو و ما اخباری که برای شما از کانال نیوز تیوی و حاشیه مدیا منتشر میکنیم اخبار دست اولی هستش که هیچ یکی از کانال‌ها منتشر نکردن در یوتیوب حداقل، و بنابراین سایر کانال‌ها اخبار و در واقع حواشی رو از کانال ما برمی‌دارن و کپی می‌کنن و در کانال‌هاشون منتشر می‌کنن. حتی خبر ازدواج گوگوش و رها اعتمادی هم در فضای مجازی بعد از یک سال وایرال شده، کپی برداری شده از اخبار ما و عکس‌هایی که ما درست کرده بودیم هستش. و همین فکر می‌کنم چون مستندات خواسته بودید، فکر می‌کنم تا همینجا کفایت بکنه. و میتونید مصداق حرفام رو برید و مستندات رو به ویدیوهای یک سال پیش ما در کانال حاشیه مدیا و نیوز تیوی ببینید. و در ثانی، در حال حاضر خبرها حاکی از آن هستش که بعد از انتشار خبر ازدواج رها اعتمادی و گوگوش از زبان حسن اعتمادی به عنوان پدر شوهر خانم گوگوش و اخباری که منتشر کردند، خانم گوگوش و رها اعتمادی در آخرین کنسرتشون قراره که یک خواستگاری نمادین هم داشته باشند، بعد از این اختلافات در زندگی گوگوش و رها اعتمادی بالا گرفته و رها اعتمادی این روزها خشن‌تر شده، تا جایی که به شدت به خانم گوگوش فحاشی میکنه و حتی تصاویری هم وجود داره از هول دادن خانم گوگوش توسط رها اعتمادی و حتی رها اعتمادی گفته شده اون پسر با حیا و بسیار ساده و خوش ظاهر که در کنسرت ها میاد نیست، به شدت یک آدم عصبی، بد دهن و فحاش و حتی دست بزن هم داره. و معمولاً این روزها شما خانم گوگوش رو خسته و با آسیب‌های جسمی فراوان می‌بینید. گهگاهی می‌بینید که گوگوش دستش رو آتل بسته. گهگاهی می‌بینید که خانم گوگوش یه جایش رو به هر صورت بانپیچی کرده و حالش خوب نیست. و خانم گوگوش این روزها واقعاً در معرض آسیب جانی هستش و رها اعتمادی قصد جان او را کرده با پدرش و هر لحظه که ممکنه این دوتا مجاهد که در زندگی گوگوش حضور پیدا کردن و اعدام قدرت کردن با یک سمی، با یک چیزی شاهماهی موسیقی کشورم رو به کشتن بدن و خانواده گوگوش هم به ویژه همسر سابق او به نمایندگی از کل خانواده گوگوش یک پیام ویژه‌ای رو برای رها اعتمادی و پدر او یعنی حسن اعتمادی فرستاده و گفته رها و حسن اعتمادی حواستون جمع باشه، اگر یک تارمو از گوگوش کم بشه بلایی سرتون میاریم که مرغای آسمون با حالتون گریه بکنند. ما دیگه متوجه خیانتها و ظلمهای شما به گوگوش شدیم، گرچه خود گوگوش دوست نداره ما تو زندگیش دخالت بکنیم. نمیدونم میترسه از شما، داستانش چیه؟ فعلا به دستور شما میاد توی مصاحبه هاش پشت سر ماها بد و بیرا میگه، اما در واقعیت اینطور نیست. واقعا گوگوش عاشق پسرشه، عاشق نواهاشه و در واقع عاشق خونوادشه و این شما هستید که در پشت صحنه یک برگه می نویسید و به گوگوش میگید حفظ کن و برو توی مصاحبه هات بگو. همه اینا لو رفته، همه هم میدونن و همه هم دیدن که
رها اعتمادی بارها به گوگوش حمله کرده و اونو هول داده. حواستون جمع بشه. اگر گوگوش رو بکشید یا هر بلایی سرش بیارید، بیشتر از این جلوتون وای میستیم. حواسمون هم هستش که میلیون ها دلار کشیدین بالا از تور خداحافظی و این بیچاره گوگوش رو جنازش رو از این کانسرت به اون کانسرت میکشید. واقعا این هشدار آخره و حواستون رو جمع کنید. این یک هشدار جدی و آخره به رها اعتمادی و حسن اعتمادی و به احتمال خیلی زیاد خانم گوگوش هم به خاطر همین اختلافات و همین بلاهایی که رها اعتمادی و حسن اعتمادی سرش آوردند، اگر بیشتر از این خانم گوگوش رو تهدید نکرده باشن، احتمالا خانم گوگوش بخواد که جدا بشه. البته اگر رها و حسن اعتمادی بذارن، چون این دو به هیچ عنوان توسط هیچ فردی در کره زمین نمیتونستن به این اموال و ثروت میلیون دلاری یا بهتره بگم دیگه حالا شده میلیارد دلاری دست پیدا بکنن، چون خانم گوگوش به واسطه هر کنسرتی که در هر شهری برگزار میکنه که این کنسرت ها حداقل الان دیگه خانم گوگوش توی این اواخر در هفته یه کنسرت رو یا دوتا کنسرت رو داره. برای هر کنسرتش هم گفته شده حداقلش 500 میلیارد تومان به پول ما برای هر کنسرتش درآمدزایی داده، که حالا این 500 میلیارد تومان رو فقط پول خالصی هستش که علاوه بر هزینه های کنسرت گذار و اجاره سالن و اینها برای خانم گوگوش میمونه. البته برای خانم گوگوش نمیمونه، به اسم خانم گوگوشه، اما به کام رها اعتمادی و پدر او و ندا سعیدی و بابک سعیدی و اون پسرک که با خانم گوگوش گهگاهی یه فیت میاد به عنوان میمون و دلقک صحنه، آرش برای اوناست. به هر صورت امیدواریم که خانم گوگوش بتونه با آغوش خانواده خودش، پسرش و نواهاش هرچه سریعتر برگرده و واقعا شاهماهی موسیقی ما بتونه یک زندگی آزاد و بی درد سری رو در سن 73-74 سالگی داشته باشه. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما این قارچای سمی به اسم رها اعتمادی و حسن اعتمادی و ندا سعیدی و بابک سعیدی و آرش و اون دوتا نرد و قول بادیگاردش که دو قولو هستن و افراد این چنینی باید از زندگی خانم گوگوش ریشه‌کن بشن یا نه؟ آیا به نظر شما خود خانم گوگوش به تنهایی میتونه از پس این مافیای بزرگ بر بیاد یا نه نیاز به حمایت طرفدارانش و خانواده‌اش داره؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. منتظر خبر جدیدی از کانال نیوز تیوی تا ساعتی دیگر باشید که برای شما عزیزان منتشر خواهیم کرد و برای اینکه زودتر از اخبار و حواشی هنرمندان به خصوص اخبار خانم گوگوش مطلع بشید، حتما در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید و لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر بکنید. و اگر به موضوع خاصی علاقمند هستید در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. سعی میکنیم در اسرع وقت ویدیوی مورد علاقتون رو راجع به هنرمندی که دوست دارید براتون تهیه بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.